گلبودین حکمتیار هم زور میگه و هم شک کرده است. حکمتیار برای 30 روز پی هم ملاقات های سیاسی اش را انجام داد و وزارت عدلی طالبان برخلاف آن مسئولان دو حزب و 75 نهاد اجتماعی را به نهادهای امنیتی معرفی کرده است. طالبان دو نظامی حکومت پیچین را در فاریاب بازداشت کردند. دانشگاه گجرات هند به 7 دانشجوی افغان دستور تخلیه خوابگاه‌هایشان را داده است. طالبان داعش دشمن افغانستان، منطقه و جهان است. و زنان محروم افغانستان همه در قبال آپارتاید جنسیتی و ظلم طالبان سکوت اختیار کردند. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان داعش دشمن افغانستان، منطقه و جهان است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان میگوید که داعش دشمن افغانستان، منطقه و جهان است و نباید کسی برای تقویت این گروه تلاش کند. عبدالکبیر این نظرات را روز شنبه 18 حمل در یک ضیافت افطاری با برخی از سفیران کشورها، نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در کابل بیان کرده است و ای بار دیگر ادعا کرده که داعش در افغانستان سرکوب شده است. ارگه طالبان به نقل از عبدالکبیر در صفحه اکس نگاشته که وای در این نشست تاکید کرده است که شمار از حلقات منطقه‌ای و جهانی برای داعش در افغانستان تبلیغات میکند. به گفته وی رژیم طالبان خواهان روابط نیک با همه کشورها است. این مقام طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده است که خاک افغانستان زیر سلطه این گروه بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. این نظرات در حال بیان می شود که در چند ماهی اخیر و پس از حملات داعش بر ایران و روسیه، برخی از کشورها از گسترش فعالیت این گروه ابراز نگرانی کردند. طالبان دو نظامی حکومت پیشین را در فاریاب بازداشت کردند. منابع محلی در فاریاب از بازداشت دو نظامی حکومت پیشین توسط طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع می‌گویند این دو تن معروف عطایی و سبغت الله عطایی نام دارند و روز شنبه 18 حمل از ولسوالی کوهستان فاریاب توسط طالبان بازداشت و ناپدید شدند. معروف و سبغت الله در وزارت امور داخلی حکومت پیشین وظیفه انجام می‌دادند و پس از سلطه طالبان مصروف کشاورزی بودند. روشن نیست که این دو تن به چه دلیل بازداشت شدند. مقام‌های امنیتی طالبان در فاریاب نیز در این مورد چیزی نگفتند. بازداشت و ناپدید شدن نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان تازگی ندارد. حکمتیار هم زور گفت و هم شک کرده است. برخلاف دستور وزیر عدلی طالبان، حکمتیار برای 30 روز پی هم ملاقات‌های سیاسی اش را انجام داد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای 30 روز پی هم برخلاف دستور وزیر عدلی طالبان در خانه جدیدش دیدارهای سیاسی انجام داده است. صفحه دیلی شهادت که خبرها و اعلامیه‌های حکمتیار را نشر می‌کند در اکس نگاشته که رهبر حزب اسلامی با تعداد از مجاهدین، سران قبایل و جوانان دیدار و در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی گفتگو کردند. رهبر حزب اسلامی در دو روز پسین نیز با شمار از عالمان دین و شخصیت‌های جهادی دیدار داشت. این در حال است که اخیراً عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان در نشست در کابل گفت که نام بردن از حزب جرم است. همچنان وزارت عدلی طالبان مسئولان دو حزب و 75 نهاد اجتماعی را به نهادهای امنیتی معرفی کرده است. وزارت عدلی طالبان اعلام کرد که دو حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را طی یک سال گذشته به دلیل فعالیت غیر قانونی مسدود و مسئولان آن را به نهادهای امنیتی این گروه معرفی کرده است. در یک اعلامی این وزارت که امروز یک شنبه 19 حمل منتشر شده آمده است که این وزارت طی سال گذشته خورشیدی صدها نهاد اجتماعی را در سرتاسر افغانستان بررسی کرده و در نتیجه آن دفاتر 77 حزب نهاد اجتماعی و بنیاد کمک کننده را به دلیل فعالیت غیر قانونی مسدود و مسئولان آن را به نهادهای امنیتی معرفی کرده است. در اعلامیه از احزاب و نهادهایی که به نهادهای امنیتی طالبان معرفی شدند نام نبرده شده است. این وزارت همچنین گفته که فعالیت 19 نهاد را به دلیل عدم تمدید به موقع جواز فعالیتشان لغو کرده است. پیش از این وزارت عدلی طالبان چندین بار اعلام کرده بود که فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی ممنوع و احزاب سیاسی و نهادهای ثبت شده در نظام گذشته ملغا است.
عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان نیز پیش از آن گفته بود که نام بردن از حزب هم جرم است. با این حال برخی احزاب از جمله حزب اسلامی به رهبری گلبرگ حکمتیار از دیدارهای رهبری این حزب با مردم خبر داده و ظاهراً اعتنایی به این هشدارهای وزارت عدلیه نکرده است. رهبران دیگر احزاب سیاسی که در خارج از کشور به سر میبرند نیز این اقدام طالبان را محکوم کردند. همچنان مسلم شیرزاد در صفحه اکس خود چنین نگاشته است: اختلافات میانگروهی در پایتخت کابل و پایتخت قندهار آفتابی تر می شود. طالبان نویسنده یک کامنت فیسبوک را به زندان محکوم می کنند و از دختر به اجبار اعتراف تلویزیونی می گیرند. اما حکمتیار و ستانکزه یاشکارا و سراجدین حقانی با حمایت قدرت طالبان قندهار را به چالش کشیدند. زنان محروم افغانستان همه در مقابل آپارتاید جنسیتی و ظلم طالبان سکوت اختیار کردند. گروهی از فعالان حقوق زن زیر نام زنان محروم افغانستان می گوید که برغم موجودیت صدها نهاد مدافع حقوق زنان در جهان، اما همه آنها در برابر آپارتاید جنسیتی و ظلم طالبان در مقابل زنان افغان خاموشی اختیار کردند. این گروه جمعه شب حبل عمل در اعلامیه با اشاره به اظهارات اخیر ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان که در آن گفته بود زنان را در ملای عام شلاق میزنند نگاشته که جهان هیچ گونه واکنش در این مورد نشان نداده است. در این اعلامیه آمده است تبعیض جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. جهان شاهد است که زنان افغان در 20 سال گذشته برای دومین بار با آپارتاید جنسیتی روبرو شدند. طالبان طی یک معامله با زور رژیم دموکراسی در افغانستان را به رژیم استبدادی تغییر داده و عملاً زنان این سرزمین را هدف قرار دادند. دانشگاه گجرات هند به 7 دانشجوی افغان دستور تخلیه خوابگاه‌هایشان را داده است. دانشگاه گجرات هند به 7 دانشجوی افغان اخطارهای رسمی داده است تا خوابگاه این دانشگاه را ترک کنند. روزنامه تایمز هند شنبه شب 18 مرداد گزارش داده که این تصمیم پس از حمله بر دانشجویان خارجی عین نماز تراویح در دانشگاه گجرات گرفته شده است. در پی آن حمله دست کم 5 دانشجو زخمی شده بودند. پس از آن حمله هیئت‌های از وزارت خارجه هند و کنسولگری افغانستان به این خوابگاه رفتند و موضوع را بررسی کردند. بر بنیاد گفته‌های مسئولان دانشگاه گجرات از میان 7 دانشجوی افغان که شامل نمازگزاران بودند 4 تن آنان دروس دانشگاهی خود را تمام کردند و 3 تن دیگر در انتظار گواهینامه‌های خود هستند. تا اکنون 5 دانشجوی افغان خوابگاه‌هایشان را تخلیه کردند. بر اساس قوانین دانشگاه گجرات دانشجویانی که دوره تحصیلیشان پایان یافته است حق ندارند در خوابگاه زندگی کنند. سپاس که تا اینم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.